خواهران عزیزم، حضار محترم، روز جهانی زن رو به همه شما که از کشورهای مختلف در اینجا حضور دارید تبریک میگم. به رغم دیکتاتوری و زن ستیزی آخوندها در ایران و جنایات بنیادگرایان علیه خواهران ما در خاورمیانه و آفریقا، امسال بیش از هر سال دیگه ضروریه که ما روز جهانی زن رو به هم دیگه تبریک بگیم، چرا که نیروی زنان در جنبش آزادی خواهی و برابری در ایران و سایر نقاط جهان مشعل فروزانی فراراه انسانهایی که به دیکتاتوری و به ارتجاع و تبعیض نمیگویند و مصممند که آن را برچینند. دوستان عزیز، در یک سال گذشته چالش‌های بزرگی علیه زندگی و سرنوشت زنان مسلمان و عرب به وجود آمده است، به خصوص در سوریه و عراق. به همین دلیل برای همه ما درک حقایق مربوط به زن ستیزی بنیادگرایی و نقش زنان در مقابله با آن ضروری است. در کنفرانس روز گذشته تلاش کردم به اختصار به این سوال جواب بدم که در مقابل بلای بنیادگرایی چه راه حلی وجود دارد. اما امروز میخواهم عملکرد بنیادگرایی را بر اساس تجربه ایران مورد بحث قرار بدم، به خصوص که عملکرد 36 ساله بنیادگرایان در ایران توسط گروه‌های پیرو آنها در سایر کشورها در حال تکرار است. اولین واقعیت مهم این است که زن ستیزی یکی از مهمترین ویژگی‌های بنیادگرایی و دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران است. خیانت خمینی به انقلاب مردم ایران در نخستین سال روز 8 مارس بعد از انقلاب ضد سلطنتی چهره کریه خودش رو در خیابون‌های تهران با سرکوب زنان، اون هم با شعار حجاب اجباری و یا روسری یا توسری، نشان داد و در همان روز زنان مجاهد که خودشون حجاب داشتند در کنار زنان و در مقابل چماقداران، اون هم چماقداران خمینی، ایستادند. از اون به بعد تا به امروز زنان ایران هدف وحشیانه ترین سرکوب ها و تحقیرها و تبعیض ها قرار گرفتند. شکنجه و اعدام ده ها هزار زن مجاهد و مبارز که اکثریت عظیم آنها زنان مسلمان هستند، ابعاد حیرت انگیزی دارد که در دنیای معاصر نظیر ندارد. از نظر آزادی های مدنی و حقوق فردی و اجتماعی هم این رژیم با نقض کنوانسیون های بین المللی، به خصوص کنوانسیون منع تبعیض، موقعیت زنان ایران را پیوسته به قهقرا برده است. تحقیر، دستگیری و شلاق زدن برای تحمیل حجاب اجباری به زنان بخشی از قوانین این رژیم است. سال گذشته خامنه‌ای سردمدار رژیم گفت برابری زن و مرد غلط است و افسود باید از افکار غربی در مسائل نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیریم. پیروی همین سیاست از 3 سال پیش ورود دختران به بیش از 70 رشته تحصیلی در دانشگاه‌ها ممنوع شد که نسبت به قبل یک محدودیت مضاعف بود. به علاوه سیاست‌ها و مقررات فزاینده‌ای برای خانه‌نشینی زنان به اجرا گذاشته شد و درهای کار و اشتغال پیوسته به روی زنان بسته می‌شود. به همین دلیل سهم زنان از نیروی کار در حد فقط 16% محدود مانده است. این در حالی است که مطابق آمارهای دولتی حدود 3 میلیون زن ایرانی سرپرست خانوار هستند و بیشتر آنها از فقر دردناکی رنج می کشند. از طرف دیگر بر اساس دستور ولی فقیه ارتجاع، طرحی برای افزایش جمعیت اجرا گذاشته شده. به این منظور قوانینی به تصویب رسید که بر طبق اون از استخدام زنان و مردان مجرد جلوگیری میشه
و کارمندان زن به افزایش فرزند سوق داده می شوند. نخستین و مهمترین اثر عملی این طرح همچنان به حاشیه راندن و خانه نشین کردن زنان است. زنان از اغلب حقوق و آزادی های عمومی، حتی از تماشای مسابقات ورزشی یا حتی خواندن آواز محروم و از صحنه فعالیت اجتماعی حذف می شوند. زنان حتی در خصوصی ترین زوایای زندگیشون مورد کنترل و تجسس قرار می گیرند. دومین واقعیت مهم اما این است که زن ستیزی محور سرکوب علیه تمام جامعه است و بقای استبداد آخوندی به این امر مشروط است. علت زن ستیزی این رژیم تعصب کور مذهبی یا تلاش برای حفظ عفاف جامعه یا کیان خانواده نیست. واقعیت این است که در دوران آخوندها جامعه ایران شاهد فرو ریختن ارزش‌ها و همچنین متاسفانه گسترش فحشا بوده است. زن ستیزی به بهانه دین به این دلیل سیستماتیک و مستمر شده، زیرا اهرمی برای سلطه انحصاری ولایت فقیه است. ده ها نهاد سرکوبگر رژیم بر محور زن ستیزی میچرخد و این چیزی است که توجیهگر عملیات کنترل دائمی مردم در خیابان ها و موضوع کار گشت های خیابانی و همچنین نهادهای مانند اداره منکرات یا پلیس امنیت اخلاقی و 29 پلیس دیگر شده است. کما اینکه مقابله با زنان به بهانه بدحجابی از مؤثرترین حربه ها برای اعمال خفقان توسط رژیم در جامعه و همچنین خاموش کردن هر صدای اعتراضی است.